شاخص‌های پیشرو عوامل اقتصادی قابل اندازه‌گیری هستند که درست قبل از اینکه اقتصاد شروع به تغییر کنه تغییراتی رو نشون میدن. این شاخص‌ها اگرچه همیشه دقیق نیستن، اما غالباً متناظر با تغییراتی در یک اقتصاد یا یک بازار، چه به سمت بالا چه پایین هستن و برای پیش‌بینی حرکت‌ها و روندها به کار گرفته میشن. برخی از مشهورترین شاخص‌های پیشرو اینا هستن: بازار سهام، خرده فروشی، مجوزهای ساخت و ساز، بازار مسکن و استارتاپ‌های تجاری. به عنوان مثال، یک بازار سهام قوی ممکنه نشون بده که درآمدهای شرکت‌ها در شرف رشده. البته اگر برآورد درآمدها اشتباه باشه، شاخص بازار سهام احتمالاً گمراه کننده میشه. در یک سطح کوچکتر، عملکرد سهام یک شرکت ممکنه به عنوان شاخصی عمل کنه که نشون بده سایر سهام همون صنعت چطور قرار عمل کنن. سطح تولید میتونه نشون بده که اقتصاد در چه حالتی قرار داره. اگه شما دارید کالاهاتون رو مطابق معمول تولید میکنید، ممکنه تقاضای کمتری برای اون کالاها وجود داشته باشه که به این معنیه که اقتصاد داره به سمت رکود میره. یا افزایش قیمت مسکن ممکنه به این معنا باشه که تقاضا بیشتر از عرض است. افزایش فروش میتونه نشونه خوبی برای یک اقتصاد باشه. البته هر شاخصی ممکنه ما رو به نتیجه اشتباه هم برسونه. بنابراین نباید فقط روی یک تغییر تمرکز کنید. اما شاخص‌ها میتونن چیزی که احتمالاً قراره در یک بازار یا اقتصاد رخ بده رو روشن کنن و همیشه باید قبل از خرید اوراق بهادار مورد بررسی قرار بگیرن. بسیاری از دولت‌ها از شاخص‌های پیشرو برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های مالی و سایر امور مالی استفاده می‌کنند.